سلام در رویدادهای خبری امروز استدیوی آزادی من جاوید نعیمی همراه شما خواهم بود امروز چهارشنبه 27 قوس مطابق 18 دسامبر است برقراری آتش بس در افغانستان و پرداختن به پناگاه های طالبان در دیدار امروز رئیس جمهور اشرف و نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان مورد بحث قرار گرفت زلمه خلیلزاد امروز وارد کابل شد و در کنار رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم روی تلاش های سل گفتگو کرد. در این نشست زلمه خلیلزاد با مقام های افغان در مورد نشست های هفته گذشتهش با مقام های پاکستانی و نماینده های طالبان در قطر جزئیات داد. چگونگی تامین آتش و پرداختن به پناهگاه امن طالبان در بیرون از افغانستان محور اصلی تشریک نظریات بین رهبری حکومت افغانستان و آقای خلیزاد بوده افغانستان و امریکا هر دو از ادامه خشونت ها نگران هستند و روی برقراری آتش بس تاکید دارند با دنبال حمله چهارشنبه گذشته طالبان در پایگاه هوایی بگرام گفتگوهای امریکا و طالبان متوقف شده است در این حمله دو تن کشته شدند و حدود هفتاد تن دیگر زخم برداشتند خلیلزاد روز شنبه به پاکستان رفت و با مقامهای آن کشور روی پروسه صلح افغانستان نیز گفتگو کرد شمار از باشنده های شهر کراچی در اعتراض به حکم اعدام پرویز مشرف جنرال قدرتمند اردو رئیس جمهور پیشین پاکستان به جاده ها برامدند. آنها شعار می دادن که حکم دیروز محکمه در مورد مشرف برایشان غیر قابل پذیرش است. پرویز مشرف به نقض قانون اساسی پاکستان متهم شناخته شده. اینها اعضای حزب مسلم لیگ پاکستان هستند شمارشان زیاد نبود دیشب به جاده های کراچی سرازیر شدند و بر صدور حکم اعدام پرویز مشرف اعتراض کردند آنها بر ضد این حکم محکمه شهار دادند و گفتند که اعدام رئیس جمهور پیشین و لویدرسی زردوی پاکستان به عدالتی بزرگ است سلمان صفدر وکیل مدافع پرویز مشرف هم دیروز گفت حکم محکمه نگرانی بزرگ را در مورد نظام قضایی پاکستان به میان آورده پرویز مشرف که 76 سال است در حال حاضر در شهر دبی امارات متحده عربی به سر برد. اردوی پاکستانی است، به حکم اعدام مشرف واکنش جدی نشان داده و در یک اعلامیه گفته است کسی که رهبری اردو را داشت و سپس رئیس جمهور شد خیانتکار شمرده نمی شود مشرف از سال 2001 تا 2008 میلادی به عنوان رئیس جمهور پاکستان کار کرد و در سوم نوامبر سال 2007 میلادی قانون اساسی پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و وضعیت استروری را اعلام کرد این اقدام او باعث اعتراض های گسترده در پاکستان شد استر محکمه هن میگوید پس از یک ماه تصمیمش را در مورد قانون جدید شهروندی اعلام می کند. پارلمان هند دفته گذشته این لایحه را قانونی ساخت که بر اساس آن اندوها و سکهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش می توانند شهروندی هند را کسب کنند. این تصمیم با اعتراض های گسترده به امراه شده است. دهلی نو پایتخت هند چهارشنبه 18 دسامبر شمار تصمیم پارلمان کشورشان را که برای خارجی ها شهروندی میدهد نکوهش کردند. آن ستر محکمه هند گفت که تصمیم گیری روی این لاحیه را تا 22 جنوری به تعویق می اندازد. از هفته گذشته بحث شهروندی در هند برای مسلمان های مهاجر جنجالی شده و اعتراضات گسترده مردمی را به همراه داشته است. بر اساس قانون جدید برای شمار از شهروندان افغانستان، پاکستان و بنگلادش که در هند به سر میبرند و مسلمان نیستند، شهروندی آن کشور داده می شود. اعتراض کننده ها می گویند که این کار آجندای ازبی میلیگرای سطح اعظم نرندر مودی است تا حدود 200 میلیون مسلمان این کشور را تحت فشار قرار دهد. به استدلال آنها این تصمیم با قانون اساسی سکولار در هند در تضاد قرار دارد. نرندرا مودی صدر اعظم هند می گوید از تصمیم حقوق شهروندی بر اساس میارهای حقوق بشری حمایت می کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواست تا اقدامهای جدی را برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان در جهان به اجرا بگذارد. بر اساس آمار تازه سازمان ملل در حال حاضر بیش از 70 میلیون تن در سطح جهان از خانه ها و مناطقشان بیجا شدند. اجلاس جهانی مهاجران در سه روز گذشته به شمار فزاینده پناهجویان و بیجا شده ها در سطح جهان تمرکز کرد. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد در جریان این نشست گفت که بحران در شمار از کشورها این وضعیت را به بار آورده است. شمار بیجا شده های اجباری در سطح جهان به صورت تدریجی طی سالهای گذشته رو به افزایش نهاده است. آمار تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که در حال حاضر 70 میلیون و 800 هزار تن در سطح جهان به صورت اجباری از خانه ها و مناطقشان بیجا شدند. این آمار در مقایسه با 20 سال پیش دو چند شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، سوریه با 6.7 میلیون در جایگاه نخست و افغانستان با 2.7 میلیون بیجا شده و پناهجو در جای دوم این فهرست قرار دارد. تیم های فوتبال بارسلونا و ریال مادرید امشب در برابر هم به میدان می روند. این بازی معروف به ال ساعت 11 نیم شب به وقت افغانستان آغاز می شود. هر دو تیم قدرتمند اسپانیا پس از چندین ماه به مسافه هم می روند. تمرینات نهایی برای یک ال دیگر در این سو اعضای تیم بارسلونا با شمول ستاره های چون مسی، سوارز و گریزمان برای برد تلاششان را میکنند و آن بنزیما، بیل و تونی کروز در کنار هم تیمی هایشان برای پیروزی ریال مادرید قدرت به خرج خواهند داد. هواداران دو تیم با اشتیاق زیاد منتظر بازی امشب هستند. ورزشگاه نیوکام در بارسلونا امشب میزبان بازی است که ساعت 8 شب با وقت محلی آغاز می شود. تیم های بارسلونا و ریال مادرید هر دو در جدول لالیگا به ترتیب در جایگاه های اول و دوم قرار دارند و امتیازهایشان هم مساوی است. قرار بود این بازی در 26 ماه اکتبر برگزار شود اما پس از اعتراض رهبران کاتالونیا به تعویق افتاد. بارسلونا مرکز ایالت کاتالونیا اسپانیا است. مربی های بارسلونا و ریال مادرید می گویند برای بازی امشب هر گونه آمادگی دارند اما تیم حریفشان را دست کم نمی گیرند. بازی امشب الکلاسیکو که میلیون ها تن منتظر تماشای آن هستند سپاسگزارم که با استدیو آزادی امراه بودید در صفحه اینترنتی ما و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید شب و روز خوش داشته باشید